مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در آخرین سفر خود به شرق آسیا از 4 کشور ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی و چین رسما بازدید کرد. دیدار او از کره شمالی که با هدف پیگیری مذاکرات مربوط به خلع سلاح اتمی آن کشور انجام شد، با موفقیت‌هایی توأم بود و دو طرف در مورد زمان و محل دیدار آتی رهبران آمریکا و کره شمالی تبادل نظر کردند. اما در بازدید روز گذشته از چین، وزیر امور خارجه آمریکا و همتای چینی او سخنان تندی رد و بدل کردند که نه تنها با جو حاکم بر گفتگوها در طول این سفر کاملا تفاوت داشت، بلکه نمایانگر سرد شدن روابط واشنگتن با پکن بود. جزئیات بیشتر در برگردان گزارش سیندی سین، خبرنگار صدای آمریکا. وزیر خارجه چین پس از استقبال از مایک پومپئو، همتای آمریکایی خود، فهرستی از گلایه‌های پکن از جمله افزایش تعرفه‌های گمرکی آمریکا برای برخی از کالاهای چین و گفته یکی از سیاستمداران آمریکایی در مورد دخالت چین در امور داخلی آمریکا را مطرح کرد. اخیراً آمریکا با اقداماتی در زمینه تعرفه‌های گمرکی فشار اقتصادی زیادی به چین وارد کرده است. به علاوه سمت‌گیری‌های شما در مورد جزیره تایوان، حق قانونی چین در این خصوص را محدود کرده و واشنگتن اتهامات واهی و بی‌موردی در زمینه دخالت در سیاست داخلی آمریکا وارد کرده است. معتقدیم که این اقدام‌ها به اعتماد متقابل لطمه جبران ناپذیری می‌زند و سلامت روابط دو کشور را که برای حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی ضروری است، جداً به خطر می‌اندازد. ایمان داریم که آمریکا و چین باید دوباره به سیاستی بازگردند که متضمن برد برای هر دو طرف باشد. چین بزرگترین همسایه و مهمترین متحد و شریک بازرگانی کره شمالی است و وزیر خارجه آمریکا نیز که بلافاصله پس از دیدار از کره شمالی و جنوبی به سوی پکن پرواز کرده بود، تصمیم داشت مقام های چینی را از آخرین مذاکراتش با رهبر کره شمالی آگاه کند. متاسفم که شما از ضرورت پیگیری دیالوگ راهبردی بین آمریکا و چین به کلی غفلت کردید. فرصت بسیار خوبی بود تا از منظری باز که مسائل حیاتی تری را در بر دارد به روابط استراتژیک بین دو کشور نگاه کنیم. با این حال مایلم شما را در جریان مهمترین دستاوردهای آخرین سفرم به کره شمالی و خواست جامعه جهانی برای خلع سلاح اتمی آن کشور بگذارم. اواخر هفته پیش معاون رئیس جمهوری آمریکا به عدم رضایت پکن از سیاست‌های آمریکا اشاره کرده بود. صریح بگویم استراتژی پرزیدنت ترامپ مؤثر واقع شده و دخالت چین در امور داخلی آمریکا به این دلیل است که پکن می‌خواهد سیاستمدار دیگری سکان ریاست جمهوری آمریکا را به دست بگیرد. وزیر خارجه آمریکا هنگام حضور در پکن ضمن تأکید بر آزادی کشتیرانی در آب‌های آزاد، از اقدام چین در ساخت جزایر مصنوعی در دریای جنوبی چین نیز صریحاً انتقاد کرده بود. هوشمند بی‌فخرایی، صدای آمریکا.